به نام خدا با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی من حامد باغری هستم کارشناس ارشد علوم اقتصادی با آموزش شناخت صورتهای مالی در خدمت شما هستم این آموزش برای فرادرس تهیه میشه ما در این آموزش میخوایم شما رو با صورتهای مالی آشنا بکنیم صورتهای مالی اساسی و یاد بدیم که صورتهای مالی شامل چه مواردی هستند چه گزینه‌هایی در اونها رایت میشه اهداف تهیه صورت مالی چیا هستن انواع صورت مالی اساسی و چه اطلاعاتی در اونها منعکس میشه اگر بخوایم یه مقدمه کوتاهی در مورد صورت مالی بگیم میتونیم بگیم که صورت مالی گزارشگری اقدامات مالی ما هستن ما در طی یک دوره مالی که حالا این دوره مالی میتونه یک سال کامل باشه میتونه کوتاهتر هم باشه در قالب یک بنگاه اقتصادی این بنگاه اقتصادی میتونه به صورت فردی باشه یا شرکتی باشه این شرکت ها خصوصی باشن یا نیمه خصوصی باشن پس محدودیتی نداریم پس برای یک دوره مالی صورت مالی یه گزارشی از عملکرد مالی سیستم ما که این گزارش ها فاینانشال استیتمنت گزارشاتی هستند که استفاده کننده های درون سازمانی یا برون سازمانی میان از این گزارش ها استفاده می کنن تا بدونن الان وضعیت مالی شرکت ما به چه نحوی هست ما در شرکتمون چه میزان سود داریم چه میزان زیان داریم سرمایه ما دارایی های ما و البته بدهی های ما و حقوق صاحبان سهام ما به چه وضعیتی هستش اگر بخوایم مهمترین یا اساسی ترین صورتهای مالی رو به شما معرفی بکنیم همونطور که توی شکل دارید میبینید ما یک ترازنامه داریم یک صورت جریان نقدی و یک صورت سود و زیان پس صورتهای مالی ما به صورت کلی اساسی ترینشون این سه تا صورتهای مالی هست حالا ما حقوق صاحبان سهام رو هم داریم های، توضیحی رو هم داریم که در کنار صورتهای مالی ما وجود داره و یک گزارش استانداردی رو صورتهای مالی به ما میدن که در این گزارش استاندارد وضعیت مالی یک شرکت مشخص هستش یک بنگاه اقتصادی مشخص استفاده کننده های در سازمانی برای اطلاع از وضعیت مجموعه خودشون برای تصمیم گیری هاشون از اون استفاده میکنن استفاده کننده های برون سازمانی درباره سرمایه گذاری درباره وام دادن درباره خریدن سهام یا مثلا سازمان امور مالیاتی برای اظهارنامه های مالیاتی ما از اونها استفاده میکنه پس ما میتونیم بگیم که صورت مالی ما نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاصی هست که در قالب صورت مالی و گزارشگری های مالی به اون پرداخته میشه اگر بخوایم در مورد هدف و جایگاه صورتهای مالی بحث بکنیم ما یک استانداردهای حسابداری هماهنگ داریم برای رسیدن به استانداردهای حسابداری هماهنگ ما باید اهدافمون و مبانی ترسیم گزارشگری های مالیمون مشخص بشه که بتونیم ماهیت نحوه عمل و حدود گزارشگری مالی رو مشخص بکنیم مثل یک قانون اینا در کنار هم قرار میگیرن و باعث میشن که استانداردهای حسابداری به وجود بیاد استانداردهایی که گزارشگری مالی ما رو قابل فهم میکنه برای همه ببینید در اتفاقات و اقدامات مالی هر مجموعه ای خب قطعا وضعیت مالی خودش رو داره میسنجه و اقدامات مالی خودش رو ثبت میکنه ولی زمانی که ما میخوایم چند تا شرکت رو چند تا مجموعه رو با هم بسنجیم نیاز به این داریم که یک قالب یک تمپلیت استانداردی وجود داشته باشه و تمامی گزارش ها در قالب اون تمپلیت قرار بگیرن تا زمانی که میگیم سود تمامی گزارشگری های مالی اون سود رو به ما نشون بده زمانی که میگیم زیان تمامی گزارشگری ها اون زیان رو به ما نشون بدن پس یک چارچوب مشخص که میخواد صورت های مالی ما در یک قالبی باشن که برای همه قابلیت فهم و مطالعه رو داشته باشن در کنار استانداردهای های حسابداریمون یه تعداد مفاهیم نظری حسابداری هم داریم مفاهیم نظری به عنوان نظام منسجم از اهداف و مبانی مرتبط حسابداری هستش که میاد با توجه به استانداردهای حسابداری هماهنگ گزارشگری های مالی که انجام شده رو با اون مفاهیم نظری میسنجه و قضاوت های حرفه‌ای رو در قالب استانداردهای حسابداری هماهنگ انجام میده در صورتهای مالی که تدوین شدن پس تحت تاثیر الزامات حسابداری مقرر قرار نمیگیره و از طرفی مفاهیم نظری استفاده مهمی که دارن اینه که در بعضی جاها بعضی مواردی وجود داره که استانداردهای حسابداری در مورد اونها نظری ندادن وقتی استاندارد حسابداری در مورد اون نظری نداده مفاهیم نظری میان اون جای خالی و نبود استاندارد حسابداری رو جبران میکنن روند مورد نیاز ما برای اقدام در اون جای خاصی که استانداردی وجود نداره رو به ما نشون میدن در بعضی از موارد حالا بعضی موارد محدودی به ناب ملاحظات عملی بین یک مجموعه و یک استاندارد حسابداری سازگاری کاملی وجود نداره مثلا یک فضایی از گزارشگری مالی وجود داره که در اون فضا مفاهیم نظری با استانداردهای حسابداری سازگاری ندارن یه جایی که استاندارد حسابداری هم داره مفاهیم نظری با اون استاندارد حسابداری سازگاری نداره هر جایی این تناقض به وجود اومد اصل بر رایت استاندارد حسابداری هستش الزامات استاندارد حسابداری بر الزامات مفاهیم نظری گزارشگری مالی برتری و اولویت داره ما در اولویتمون بیشتر میریم سراغ الزامات استاندارد حسابداری و بعد مفاهیم نظری رو در اولویت خودمون قرار میدیم مفاهیم نظری گزارشگری مالی همونطور که توضیح دادیم استاندارد حسابداری نیستش و برای مسائل خاص مربوط به اندازگیری یا افشا استانداردی رو تعریف نمیکنه. ولی یه تعداد اطلاعات و یه تعداد اصولی رو در کنار هم قرار میده که توی تدوین استانداردهای حسابداری مفید هستش و حسابرسی و استفاده از صورتهای مالی با توجه به رعایت مفاهیم نظری در نگارش صورتهای مالی به نفع ما و مفیدتر خواهد بود و به درد بخورتر خواهد بود و مبانی مندرج توی مفاهیم نظری گزارشگری مالی به عنوان نقطه اتکا برای حل و فصل طیف گسترده ای از مسائل حسابداری هستش که در مورد اونها استاندارد خاصی ارائه نشده یک دیدگاه کلی در تدوین مفاهیم نظری حاضر وجود داره از بین مفاهیم مختلف سود که اون مفهوم درباره مفاهیم نظری مفهوم مبتنی بر نگه داشت سرمایه هستش که متکی بر مبانی اقتصادی هستش و این مفاهیم مختلف حاضر که در تدوین مفاهیم نظری حاضر وجود داره مورد پذیرش قرار گرفته میشه و این نظریه که در مفاهیم گوناگون سود به عنوان مفهوم مبتنی بر نگهداشت سرمایه هستش در محافل حرفه‌ای جهان هم مقبولیت داره درامت ها و هزینه ها رو ناشی از تغییرات در داراییها ها و بدهی ها تلقی میکنه نگهداشت سرمایه و تطابق منطقی اونها رو فقط در قالب ارائه تعاریف دقیق و روشن از داراییها ها و بدهی ها ممکن میکنه بنابراین نگهداشت سرمایه یه مفهومیه که روی اون پذیرش انجام میشه و داره بحثی رو انجام میده که مورد قبول اکثر حسابدارها هست اون بحث چیه در نگهداشت سرمایه؟ بحث اینه که درآمدها و حزینه ها ناشی از تغییرات دارائی ها و بدهی ها هستن. در فرایند نگهداشت سرمایه زمانی دارائی ها و بدهی ها تغییر پیدا میکنن که درآمدها و هزینه ها تغییر پیدا بکنه یا زمانی که دارایی ها و بدهی ها تغییر پیدا میکنن درآمدها و هزینه ها هم تغییر پیدا میکنن اگر بریم سراغ گزارشگری مالی و اجزای اون چون من میخواستم نگهداشت سرمایه رو در فرایند گزارشگری های مالیمون به نوعی چون یک پایهی برای گزارشگری مالی محسوب میشه برای همین نگهداشت سرمایه رو در بحث گزارشگری مالی آوردم. در فرایند گزارشگری مالی و اجزای اون، محصول نهایی فرایند حسابداری مالی یک فرایند حسابداری مالی یه محصولی خواهد داشت، یه نتیجه خواهد داشت، محصول نهایی فرایند حسابداری مالی ارائه اطلاعاتمونه به کی، به استفاده کننده هامون، استفاده کننده هامون میتونن درون سازمانی باشن یا برون سازمانی و اونها رو در قالب گزارش های حسابداری در اختیار این استفاده کننده ها قرار میدیم استفاده کننده های درون سازمانی و برون سازمانی یه تعداد از گروه ها از گزارش های حسابداریمون با هدف تامین نیازهای اطلاعاتی خودشون دارن استفاده میکنن مثلا این گروه ها خارج از سیستم ما هستن خارج از مجموعه های ما هستن و ما برای فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز اونها گزارش های حسابداری در اختیار اونها قرار میدیم که در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار میگیره میخواد وام بده میخواد سرمایه گذاری بکنه میخواد پذیرش بکنه ما رو در بورس میخوایم گزارشگری های مالیاتی خودمون رو انجام بدیم که همه اونها در قالب گزارش های حسابداری میتونه در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار بگیره صورت مالی گزارشگری مالی دیگه ای هستن و جز دیگه ای از گزارشگری های مالی هستند که شامل ترازنامه هست صورت سود و زیان هست صورت سود و زیان جامعه هست صورت جریان وجوه نقدی و سایر یادداشت های توضیحی که مجموعاً به اینها ما میگیم صورت های مالی اساسی که تشکیل دهنده گزارش های ما هستند. از طرفی ما موارد تشکیل دهنده دیگه هم داریم برای گزارش های مالی که اون موارد غالباً برای فرایند تحلیلی ما استفاده میشن که گزارشات مدیران یکی از اونها هست گزارش مدیران درباره فعالیت های واحد تجاری و گزارش تحلیلی مدیران که همراه با گزارش حسابرس مستقل و صورت های مالی آماده شده و صورت مالی اساسی مجموعه تحت عنوان گزارش مالی سالانه رو تشکیل میدن سایر گزارش های مالی هم که به صورت موردی و با اهداف خاصی شکل میگیره که غالبا بیشتر برای اشخاص برون سازمانی هستش همون اهداف خاص گزارشگری های مالی هستش که در برگیرنده گزارش های مالی تهیه شده برای تصیلات بانکی هست گزارش توجیهی هیئت مدیره هست برای افزایش سرمایه در مورد شرکت های سهامی اظهارنامه های مالیاتی و عرضه اوراقمون و سایر موارد درباره دامنه کاربرد صورت های مالی اگر بخوایم بحث بکنیم ما یک مجموعه از صورت های مالی رو داریم صورت های مالی یک مجموعه از گزارشگری های مالی ما هستند دامنه کاربرد این صورت‌های مالی با مقاصد عمومی که از این به بعد ما بهش صورت‌های مالی میگیم دامنه کاربرد این مجموعه صورت‌های مالی مقاصد عمومی هستش این صورت‌های مالی حداقل به صورت سالانه و برای رفع نیازهای مشترک اطلاعاتی طیف‌های وسیع استفاده کننده اطلاعات ما انجام میشه. سایر گزارش های مالی رو هم داریم از جمله گزارش های مالی با اهداف خاص که جزء صورت های مالی تلقی نمیشه. ولی برخی مبانی این مجموعه با تهیه و ارائه یه همچین گزارشات با مقاصد خاص تا اونجایی که متکی به فرایند حسابداری مالی هست ارتباط پیدا میکنه با مقاصد عمومی ما. اگر بخوایم ساده تر بگیم ما گزارش های مالیم و صورت های مالیمون با مقاصد عمومیه مگه اینکه یه گزارش های مالی با اهداف خاصی وجود داشته باشه که قبلا هم توضیح دادم توی اسلاید قبلی که میخوایم برای بانک ارائه بدیم برای سازمان امور مالیاتی ارائه بدیم یا جاهای مختلف مفاهیم نظری حاضر در مورد صورت های مالی کلیه واحد های تجاری اهم از اینکه در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت میکنن کاربرد داره این مجموعه معطوف به واحدهای انتفاعی ولی عمدتا در مورد واحدهای غیر انتفاعی هم قابل اعمال هستش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی که در بخش دیگه از این مجموعه تشریح شده به صورت یکسان در مورد واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی قابل اعمال هستش و طیف استفاده کنندگانم طیف استفاده کننده های صورت های مالی ما طیف گسترده‌ای هستند اشخاصی که ما می‌خوایم با اونها کار کنیم شرکای تجاری که میخوان روی مجموعه ما سرمایه گذاری بکنن اشخاصی که میخوان تأمین کننده های ما باشن اشخاصی که میخوان ما تأمین کننده های اونها باشیم مشتریان ما دریافت کننده های کالا و خدمات ما تشکیلات نظارتی ما مجموعاً تیف های استفاده کننده از صورت های مالی رو شکل میدن که هر اطلاعات مربوط به گزارش های مالی در اختیار اونها قرار داده میشه همچنین اطلاعات ما در مورد رعایت قراردادها و محدودیت های ما در استفاده از وجوه مختلف اهمیت بالایی داره و تاکید روی رقم سود جای خودش رو به تاکید روی معیارهای عملکرد مالی و غیرمالی متفاوت میده بنابراین در دامنه کاربرد ما یک مقاصد عمومی داریم یک مفاهیم نظری و یک طیف استفاده کننده ها از صورت های خب در این قسمت از آموزشمون میرسیم به وظیفه ارائه گزارش مالی میخوایم بگیم که وظیفه ارائه گزارش مالی بر عهده کی هستش واحد گزارشگر میاد گزارشگری های مالی رو انجام میده گزارشگری مالی چیه؟ گزارشگری مالی داره یک حسابدهی میکنه حساب پس میده در قبال منابعمون ما انقدر منابع داشتیم از این منابعمون به چه شکل استفاده کردیم و از طرفی مدیر مجموعه که یه تعداد وظایفی داشته و اومده در کنار وظایفش یه تعداد تصمیماتی رو اتخاذ کرده این تصمیمات اقتصادیش چه تأثیر روی منابع ما، دارایی های ما و سرمایه ما گذاشته. پس گزارشگری مالی الان متوجه شدیم چیه؟ داریم حساب پس میدیم. منابعمون چه اتفاقی براش افتاده؟ مدیرمون وظایفش رو به چه شکلی انجام داده؟ چقدر تونسته در انجام وظایفش موفق باشه؟ تصمیماتی که گرفته چه تبعاتی داشته؟ حالا ما حسابدهیمون رو در چه قالبی انجام میدیم؟ در قالب صورتهای مالی. صورتهای مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری ما هستش که ما اونو به استفاده کننده های مختلف میدیم که بیان وضعیت مالی ما رو ارزیابی بکنن عملکرد مالی ما رو ارزیابی بکنن و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ما رو یعنی واحد گزارشگر با توجه به صورتهای مالی میتونه انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ما رو بسنجه ارزیابی وضعیت مالی ما رو انجام بده پس حسابدهی کردیم در قالب صورتهای مالی توسط واحد گزارشگر واحد گزارشگر به یک واحد تجاری منفرد یا گروه های واحد های تجاری اطلاق میشه که موضوع یک مجموعه صورت مالی مشخصه که بنابر الزامات قانونی قراردادی یا عرفی و به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی استفاده کننده ها تهیه و ارائه میشه پس یک گزارشگری مالی که توسط واحد گزارشگر که این واحد گزارشگر میتونه واحد مالی ما باشه یا حسابرس مستقل باشن یا مدیران ما باشه میتونه گزارشگری هایی رو انجام بده در قالب صورتهای مالی و یک حسابدهی رو انجام حالا بریم سراغ اهداف اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی. اگر بخوایم درباره اهداف اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی بحث بکنیم اولی موردمون ارائه اطلاعات خلاصه و طبق بندی شده درباره وضعیت مالی عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی ما هستش پس مشخصه یکی از اهداف به اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی چیه؟ داره یه اطلاعات خلاصه و طبقه بندی شده در اختیار مصرف کننده قرار میده درباره وضعیت مالی ما ما وضعیت مالیمون ما به چه شکله؟ چه عمل کردی داشتیم و چه انعطاف‌پذیری پذیری مالی رو داریم پس هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی و انعطاف پذیری مالی واحد های تجاری که برای طیف گسترده از استفاده کننده های صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع میشه. صورت های مالی نتیجه وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت رو هم ارزیابی میکنه. مدیر ما یک تعداد وظایفی داشت مباشر بود یه تعداد وظایفی داشت و یه تعداد تصمیمات اقتصادی داشته حالا ما میخوایم بگیم وظیفه مباشرت مدیریت به چه نحوی انجام شده نتیجهش چی بوده مدیر بیاد حسابدهی انجام بده یا حسابدهی در مورد منابعی که در اختیار مدیر قرار گرفته شده اونها رو داره گزارش میکنه و ارزیابی میشه استفاده کننده های صورت های مالی وقتی میخوان تصمیم اقتصادی بگیرن در مورد مجموعه ما چه در اون سازمانی چه برون سازمانی در اون سازمانی یا زینف آن ما هست میخوان بمونن یا میخوان نمونن میخوان باز هم سرمایه گذاری بکنن افزایش سرمایه انجام بدن سرمایه گذاری جای دیگه انجام بدن یا نه برون سازمانی ها هم آیا میخواد با مجموعه ما شریک بشه میخواد تأمین مالی ما رو انجام بده میخواد جزو تأمین کننده های ما باشه میخواد جزو مشتریان ما باشه یا نه استفاده کننده های صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی غالبا خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابداری مدیران هستند تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزین مدیران هستش میخوام ببینن که آیا این مدیر تونسته موفقیت آمیز اقدامات خودش رو انجام بده یا نه از اونجایی که صورتهای مالی داره اثرات مالی گذشته رو بیان میکنه تامین نیازهای اطلاعاتی رو داریم بعد از اونجایی که صورتهای مالی عمدتا اثرات مالی رویدادهای گذشته رو داره بیان میکنه و لزوما در برگیرنده اطلاعات غیر مالی نیست تمام اطلاعات مورد نیاز استفاده کننده ها رو جهت اخذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمیکنه. صورت های مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده کننده ها رو رفع میکنه. یعنی چی اتفاقی میافته؟ یعنی صورت های مالی به غیر از اتفاقات مالی چیز دیگه گزارش نمیکنن توی سیستم خودشون. وقتی چیز دیگه ای گزارش نمیکنم، به غیر از اطلاعات مالی یعنی اطلاعات غیر مالی در اونها وجود نداره شاید استفاده کننده ها از این صورت های مالی کامل به اون چیزی که میخوان نرسن به اون اطلاعاتی که میخوان دست پیدا نکنن ولی با این حال بخش اعظمی از نیازهای اونها رو فراهم میکنه ارائه اطلاعات و اطلاعات ارائه شده توی صورت های مالی محدودیت های مختلفی داره اطلاعات مالی تحت تاثیر ابهامات قرار میگیره چون در برگیرنده برآوردها بوده و اثرات معاملات بین دوره های مالی مشخص تخصیص پیدا میکنه اطلاعاتی که نمیشه بر حسب واحد پول بیان کرد در صورت های مالی قابل انعکاس نیستش به علاوه اطلاعات مندرج توی صورت های مالی عمدتا تاریخی هستند چون مرتبط با وضعیت مالی در یک تاریخ معین و عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی برای یک دوره گذشته هستش اطلاعات ارائه شده توی صورتهای مالی محدودیت های مختلف دیگه هم داره تحت تأثیر اپامات موجود قرار میگیره چون برآورد محور و اثرات معاملات بین دوره های مالیاتی مشخص تخصیص پیدا کرده در این ما در سال قبل اتفاقاتی داشتیم که در صورتهای مالی ما الان داره منعکس میشه. پس محدودیتهای اطلاعات مالی برای ما وجود داره. از طرفی استفاده کننده های صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی اونها هم باید سنجیده بشه. باید بدونیم که صورتهای مالی به چه منظور توسط استفاده کننده ها اخذ میشه و دریافت میشه و درخواست میشه. استفاده کننده های صورت های مالی اشخاصی هستند که برای رفع نیازهای اطلاعاتی متفاوت خودشون از صورت های مالی ما استفاده میکنند. نیازهای اطلاعاتی همه استفاده کننده های صورت های مالی قابلیت تأمین رو نداره ولی نیازهایی وجود داره که بین همه استفاده کننده ها مشترک هستش مخصوصا همه استفاده کننده ها به نوعی به وضعیت مالی عملکرد مالی و انعطاف مالی واحد تجاری علاقمند هستند که میتونن با استفاده از صورتهای مالی و با استفاده از اونها به سوالاتشون پاسخ بدن. بریم دستبندی استفاده کننده های صورت مالی رو مطالعه بکنیم. اولی مورد سرمایه گذارها هستن. سرمایه گذارها کیان؟ اونایی که میخوان تأمین مالی بکنن. تأمین سرمایه بکنن برای مجموعه ما. این تأمین مالی همراه با ریسکه درسته میخواد در مجموعه ما سرمایه گذاری بکنه مجموعه ما لزوما دائما سوده نخواهد بود امکان داره زیانده باشه پس یک ریسکی در واحد تجاری وجود داره برای سرمایه گذاری و اونها و برای همینه که سرمایه گذارها و مشاورینشون میخوان اطلاعاتی پیدا بکنن و دسترسی داشته باشن که بتونن یک ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری خودشون رو بسنجن و ببینن میتونن در مورد خرید نگهداری و فروش سهام شرکت ما اقدام بکنن یا نه و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری رو برای پرداخت سود سهام میخوان بسنجن گزینه بعدی اعطا کننده های تسهیلات مالی هن خودمون هم به عنوان یک فرد عادی فارغ از یک شرکت زمانی که میخوایم یک تسهیلات مالی رو بگیریم منطقا باید بتونیم بر اساس حالا فیش حقوقیمون گردش حسابمون یا به هر طریقی باید بتونیم اعطا کننده های تسهیلات مالی رو متقاعد بکنیم چون اونا پولاشون رو دارن میدن ما باید بتونیم اونها رو متقاعد بکنیم که میتونیم بازپرداخت تسهیلاتمون رو انجام بدیم پس اعطا کننده های تسهیلات مالی میخوان اطلاعاتی پیدا کنن که با توجه به اون ببینن آیا ما به موقع میتونیم اصل و فرع تسهیلات دریافتی رو پرداخت بکنیم یا نه پس اولین مورد استفاده کننده های صورت های مالی سرمایه گذارهای ما هستند دومینش دو اعطا کننده های تسهیلات مالی سومین گزینه تأمین کننده های کالا خدمات و سایر بستانکاران هستند اطلاعاتی رو لازم دارن این اشخاص که بتونن تصمیم بگیرن که آیا در زمینه فروش کالا و خدمات به واحد تجاری و ارزیابی توان واحد تجاری برای بازپرداخت بدهی های خودشون در سر رسید میخوام ببینن که حالا جنسی رو آوردن به ما فروختن ما میتونیم اون پولش رو برگردونیم بهشون بدیم بازپرداخت بدهی هامو در سر رسید انجام میشه یا نه کارهای تجاری هم برعکس اعطا کننده های تسهیلات مالی به وضعیت واحد تجاری در کوتاه مدت علاقه هستند مگر اینکه واحد تجاری از مشتریان عمده اونها باشه و ادامه فعالیت های اونها به تداوم معاملات با واحد تجاری متکی باشه اگر به ما متکی باشه که دیگه خب میشه به نوعی شبیه اعطا کننده های تسهیلات مالی استفاده کننده های دیگه مشتریان هستند. مشتریان در مورد تداوم فعالیت واحد تجاری علاق کس به کسب اطلاعات هستند. میخوام بدونن زمانی که با ما قراردادهای های مخصوصا بلند مدت میبندن تا چه حد میتونیم محصولات مورد نیاز اونها رو تأمین بکنیم. در حد قابل ملاحظه به محصولات و خدمات واحد تجاری ما اگر وابسته باشند میخوام بدونه در بلند مدت آیا ما میتونیم نیازهای اونها رو برطرف بکنیم تأمین بکنیم یا نه یا اونها بدون تأمین یا صراحا وسط کار تنها خواهند موند گروه بعدی استفاده کننده های صورت های مالی کارکنان واحد های تجاری ما هستند کارکنان و نماینده های ما به اطلاعاتی در مورد صبات و سوداوری کارفرماهای خودشون علاقه من هستم میخوام بدونن که آیا میتونیم حقوق اونها رو بدیم حقوقشون و مزایاشون و فرصت جدید شغلی براشون ایجاد بکنیم و پرداخت مزایای پایان خدمت اونها رو میتونیم بدیم یا نه کارمندان ما هستن دیگه میخوان از کار با ما مطمئن بشن دولت و مؤسسات دولتی در رابطه با تخصیص منابع مورد نیاز مجموعه ما سیاست مالیاتی و تشخیص مالیات ما نیازمند اطلاعات هستند آهاد جامعه به طرق مختلف تحت تاثیر واحدهای تجاری قرار می گیرن. مثلا واحدهای تجاری ممکنه توی اقتصاد محلی از طریق ایجاد اشتغال و استفاده از محصولات فروشنده های محلی نقش قابل ملاحظه ای رو ایفا بکنه و از طریق ارائه اطلاعات در مورد روندها و تحولات اخیر توی رشد واحد تجاری میتونه جامعه اطلاعات مفیدی رو کسب بکنه و سایر استفاده کننده های مالی که عمدتا به ارائه انواع خدمات به استفاده کننده ها مخصوصا سرمایه گذارها اشتغال دارند برای رفع نیازهای اطلاعاتی خودشون به صورتهای مالی ما تکیه میکنه مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با کی هستش مدیریت واحد تجاری مسئول تهیه و ارائه صورتهای مالی هستش مدیریت به شکل و محتوای صورت مالی علاقمند چون این صورت ابزار اصلی انتقال اطلاعات مالی در مورد واحدهای تجاری به اشخاص خارج از اون هستند پس مدیران واحد تجاری از اونجایی که صورت مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات مالی در مورد واحدهای تجاری به اشخاص خارج از اون هستند مدیران علاقمند به شکل و محتوای صورتهای مالی است مدیریت از اطلاعات اضافه در انجام وظایف برنامه ریزی تصمیم گیری و کنترل خودش کمک میگیره و قادر شکل و محتوای همچین اطلاعات اضافه رو در راستای رفع نیازهای خودش تعیین بکنه گزارش این اطلاعات خارج از دامنه کاربرد این مجموعه هستش و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی منتشره باید با اطلاعات مورد استفاده مدیران برای ارزیابی واحد مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری همسو باشه و در تضاد نباشه. خب ما در این قسمت به وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی میپردازیم. اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کننده های صورت های مالی لازمش ارزیابی توان واحد تجاری برای ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت ایجاد اون هست ما در فضای تصمیمات اقتصادیمون و گرفتن این تصمیمات اقتصادی به عنوان استفاده کننده های صورت های مالی باید توان واحد تجاری رو درباره ایجاد بچه نقد و زمان ایجاد اون و قطعیت ایجاد اون بررسی بکنیم توانی که داریم در موردش صحبت می کنیم در نهایت تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری برای انجام پرداخت های خودشه این پرداخت ها میتونه پرداخت های حقوق باشه مزایا به کارکنان باشه پرداخت به تامین کننده های کالا و خدمات باشه پرداخت های مخارج مالی باشه انجام سرمایه گذاری، بازپرداخت تسهیلات، توزیع سود بین صاحبان سرمایه، پرداخت مالیات، پرداخت عوارض و پرداخت حق و های مربوط به سرمایه گذارهای درون سازمانی و برون سازمانی. از طرفی ارزیابی توان ایجاد وچه نقل از طریق تمرکز روی وضعیت مالی، عمل کرده مالی و جریان های نقدی واحد تجاری و استفاده از اونها توی پیشبینی جریان های نقدی مورد انتظار و سنجش انعتاف پذیری تسهیل انجام میده و سهولت ایجاد میکنه وضعیت مالی یک واحد تجاری منابع اقتصادی اونه منابع اقتصادی که در دست یک مجموعه مالی بوده وضعیت مالی اون رو داره نشون میده ساختار مالی اون رو داره نشون میده میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی ها و ظرفیت سازگاری اونها با تغییرات محیط عملیاتی هستش اطلاعات درباره وضعیت مالی غالبا در ترازنامه ارائه میشه این اطلاعات درباره منابع اقتصادی که تحت کنترل واحد تجاری هستش و کاربرد این منابع در گذشته برای پیش بینی توانایی واحد تجاری برای ایجاد وچه نقد از این منابع در آینده هستش اطلاعات در مورد ساختار مالی برای پیش بینی نیازهای استقرازهای آتی زمانی که میخوان وامی وردارن و استقرازهای آتی انجام بدن و روش توزیع سودها و جریانهای نقدی آتی بین افراد هم توی واحدهای تجاری مفید هستش و برای پیش بینی میزان موفقیت احتمالی واحد تجاری برای دست پیدا کردن به تسهیلات مالی مفید هستش. بنابراین یک گزارشی از ساختار مالی یک مجموعه هستش. از طرفی اطلاعات در مورد نقدینگی و توانایی بازپرداخت بدهی ها برای پیش بینی توان واحد تجاریت برای تعهدات مالی خودش به انجام دادن تعهدات مالی خودش به سررسیدهای مختلف مفید هستش نقدینگی فراهم بودن وچه نقد در آینده نزدیک بعد از احتساب تعهدات مالی یک مجموعه پس توان فراهم کردن وچه نقد در آینده نزدیک بعد از احتساب تعهدات مالی نقدینگی هستش و از طرفی توان بازپرداخت بدهی ها فراهم بودن و چه نقد برای ایفای تعهدات مالی توی سررسیده برای بدهی ها و طی مدت فراتر از آینده نزدیک اطلاق میشه اطلاعات مربوط به ظرفیت سازگاری با تغییرات محیط عملیاتی برای ارزیابی میزان ریسک مجموعه ها و شرکت ها برای منافع سودها و زیان شرکت ها از تغییرات غیر منتظره و منافع تغییرات غیر منتظره مفید هستش که این ظرفیت به انعطاف پذیری مالی هم مربوط میشه در بحث عملکرد مالی که بعد از وضعیت مالی به اون میپردازیم عملکرد مالی واحد تجاری در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری یک واحد تجاری یک تعداد منابعی رو در دسترس داره که اون منابع در کنار همدیگه تحت کنترل واحد تجاری قرار می گیرن و تحت کنترل واحد تجاری چه اتفاقی میفته بازده حاصل از اون منابع که در اختیار واحد تجاری بوده عملکرد مالی مجموعه رو به ما نشون میده اطلاعات درباره عملکرد مالی توی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ارائه میشه اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر پذیری اون برای پیشبینی بینی ظرفیت واحد تجاری برای استفاده موثر از منابع موجود اون و قضاوت درباره میزان اثر بخشی استفاده احتمالی از منابع اضافی توسط واحد تجاری هستش اطلاعات در مورد جریان های نقدی در صورت جریان وجوه نقدی ارائه میشه و از جنبه های دیگه عملکرد مالی واحد تجاری میتونه منعکس کننده مبالغ و منابع اصلی جریان های نقدی حالا جریان های ورودی و خروجی نقدی در مجموعه باشه این اطلاعات موصوف برای جریان‌های نقدی برای ارزیابی میزان تأثیر عملکرد مالی واحد تجاری روی جریان‌های نقدی اون مفید هستش مخصوصاً در راستای ارزیابی انعطاف پذیری مالی مربوط تلقی میشه انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر برای تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی به شکلی که واحد تجاری بتونه در قبال رویدادها و فرصتهای غیر منتظره واکنش نشون بده مجموعه صورتهای مالی اطلاعاتی رو برای ارزیابی انعتاف پذیری واحد تجاری در اختیار ما قرار میدن که این اطلاعات برای ارزیابی انعطاف پذیری واحد های تجاری مفید هستش انعطاف پذیری مالی واحد تجاری در یک مجموعه اون واحد رو قادر میکنه تا از فرصت‌های های غیر سرمایه گذاری به خوبی استفاده کنه در دورانی که جریان های نقدی حاصل از عملیات مثلا